نمای سعادت رادیکالی روی محور از اون سوالاییه که نقطه ضعف خیلی از بچه هاست. تو این پست میخوام برات مو به مو توضیح بدم تا دیگه ازش نترسی. سوال گفته نقطه آن نمایش چه نقطه ای روی محور عدد حقیقی است؟ این نقطه رو از ما میخواد. خب کاری که باید انجام بدی چیه؟ ببین قاعدتا تو باید پیدا بکنی که این دایره‌ای که داری اولا مرکزش کجاست؟ چون مرکز دایرت میشه نقطه شروعت. مرکز من کجاست؟ اینجا عدد منفی 1. خب این چه مرکز من؟ و کار دومت اینه که شعاع این دایره رو به دست بیاری و بعد حالا ما نقطه آ رو می‌نویسیم. شعاع دایره چطوری به دست میاد؟ این طرف میبینم دو تا مثلث قائم الزاویه دارم که شعاع دایره من مثلا اگر اینه، خب این شعاع با این وتر برابره، پس کافیه که طول این وتر به دست بیاد. حالا چطوری؟ قبل از اینکه طول اون رو بتونی به دست بیاری، اول باید بیای مثلث پایینی طولش رو به دست بیاری، طول وترش رو به دست بیاری. این ضلع 3 هست، این هم خودش برای ما گذاشته، از فیثاغورس کمک میگیرم. 3 به توان 2 میشه 9، 1 به توان 2 میشه 1، 9 و 1 میشه 10. 10 میشه چی؟ میشه وتر من به توان 2. پس خود وترم چی بوده؟ عدد رادیکال 10. حالا دوباره فیثاغورس استفاده میکنم که وتر بعدیم به دست بیاد. رادیکال 10 به توان 2 میشه 10. 2 به توان 2 میشه 4. 10 و 4 میشه 14. ولی 14 میشه وتر به توان 2. پس خود وتر من میشه رادیکال 14. خب پس این شعاع من رادیکال 14، پس اینجا هم رادیکال 14. خب حالا نقطه آ چی میشه؟ میگم از نقطه منفی 1 شروع شده، به اندازه رادیکال 14 تا رفته سمت مثبتا، پس میشه به علاوه رادیکال 14. به همین سادگی. بچه ها این سوال ها خیلی مهمه ها، همیشه تو آزمونای نهاییتون این سوال رو دارین، حتما سیوش کن، خیلی به دردت میخوره، برای دوستاتم بفرست. فعلا خدا نگهدار.